همکارم بابک ساقی از تلاویف ما را همراهی میکنه بابک از جزئیات این طرح برامون بگو و اینکه قرار هست از چه زمانی عملی بشه خبر مهمی هستش که به خاطر اینکه چند کشوری که اسرائیل با اونها روابط سیاسی اصولا نداره ممکن هستش که انجام بگیره و پس از اینکه دیروز کاخ سفید سیاست خودش را در قبال عربستان سعودی کاملا تغییر داد و برخلاف آنچه که در ابتدای امر جو بایدن گفت قرار گذاشت که برگی تازه را در روابط کشور رقم بزنه کانال دوازده اسرائیل میگوید که دولت بایدن در حال گفتگو برای توافقنامه همکاری دفاعی نظامی بین اسرائیل و بسیاری از کشورهای عربی در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی هستش. همانطوری که گفتیم در این توافق قرار هستش که ایالات متحده ناظر باشه اسرائیل و نه کشور عربی که در میان آنها شش کشور عضو خلیج فارس و سه کشور هستند که عرب هستن، مصر، اردن و عراق ایجاد بشه مفهوم واضح این توافق این هستش که اسرائیل با بسیاری از کشورهایی که با اونها روابط سیاسی نداره همکاری و هماهنگی هایی خواهد کرد و اقدامات نظامی و امنیتی را با اونها هماهنگ خواهد کرد از جمله همانطوری که گفتین عراق که اخیرا قوانین مربوط به همه اقداماتی را که به عادی سازی روابط با اسرائیل کمک میکنه را ممنوع کرده ایالات متحده میگوید که این اقدام ممکن است اقدامات سازی بیشتری را بین اسرائیل و کشورهای منطقه تشویق و ترویج بکنه این یک پیشنهادی هستش که از سوی حساب دموکرات و جمهوری خواه با هم مطرح شده که در مجلس نمایندگان به بایدن ارائه میشه بابک از توضیحاتت ممنونم همکارم بابک ساقی که از تلافیف با ما همراهی میکرد